مقامات تاجیکستان رویخط نزدیک به 100 شهروند کشور را در اختیار روسیه گذاشتند که به قول آنها احتمال با گروه های تندرو ارتباط دارند. مقامات میگویند از روسیه درخواست شده است تا رفتار این افراد را تحت نظارت بگیرد. یک مصاحب رادیو آزادی در مقامات انتظامی تاجیکستان روزی 13 اپریل گفت و این رویخط شهروندان وارد شدند که اکثرا از عقیده های نزدیک به گروه تندروی دولت اسلامی و گروه های دیگری افراطی پیروی میکنند. نگرانی ها از احتمال انجام عمل های تروریستی در روسیه در حال است که روزی 3 اپریل در متروی شهر سنکت پترزبورگ ترکش به عمل آمد و مقامات روسیه در این عمل زاده قرقیزستان اکبرجان جلیلوف را متهم کردند. روزی 11 اپریل الکساندر بورتنیکوف رئیس فسب خدمات فدرالی امنیت روسیه در یک نشست گفت که مهاجران از کشورهای پساشوروی اساس گروه های تروریستی در روسیه را تشکیل میکنند. این مسئولی بلندپایه خدمات امنیت روسیه گفت از این رو باید مسئولیت نهادهای نظارت از مهاجران را بیشتر کرد تا آنها همزمان امکان جلوگیری از عملهای تروریستی را نیز پیدا کنند. مظفر علیموف کارشناس تاجیک افزود همون سری وقت هر گناهی که هر واقعی میشد بسری وقت بار کرده شده اونها هر سری قدم تحقیل بینند زندگی اونها دندان شکن باشد خیلی معلوم دور که اونها به این راه میرند چی وادار او را چی وادار کرده که به همین چیزی رفتاری ناشایان دست بزند اینم باید تحقیق شود که در 3 سال اخیر صدها شهروند کشورهای آسیای مرکزی و روسیه توسط این کشور به ترکیه و از آنجا به سوریه و عراق رفتند. بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که چرا خدمات امنیت روسیه با آن قدرت و توانایی این روند را نادیده گرفت. فریدون حادیزاده کارشناس مسائل مذهبی در تاجیکستان میگوید البته اگر این چوره ها این اکستریمیسم کمتر نمیکند شاید زیادتر هم کند، یعنی که اکثر عمل هم میشه که این ساعت و امنیت تاجیکستان تاثیر منفی رساند. تفتیش و سنجش مهاجران در 2 هفته اخیر در حال بیشتر شد که روسیه برای قانونی کردن بودوباش مهاجران غیر قانونی تاجیک یک ماه فرصت داد. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روزی 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی فرصت یک ماهه قانونی کردن بودوباش مهاجران تاجیک را یک قدم به سوی برخورد بشردوستانه با مهاجران عنوان کرد، ولی به گفته سفروف عقیده های مثل اظهارات بورتنیکوف میتواند به سیاست بشردوستانه مهاجرت روسیه خلل ایجاد کند. اگر روسیه سیاست مهاجرت خودش را لیبرالی کند، انسانی کند، در این حالت مهاجران نه اینکه منبع تروریسم، بلکه اونها اصلا ستون استوار اقتصادیات روسیه بودند و خواهند ماند و بیشتر حتی خواهند شد. بر اساس آمار رسمی سالانه تا 800 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه می روند.